فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای دور آخر مرحله مقدماتی جام جهانی اعلام شد. 28 بازیکن برای دو بازی مقابل کره جنوبی در سئول و لبنان در مشهد. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، مهمترین نکات این فهرست چیه؟ درود رویا. به باور من یکی از بهترین فهرست‌هایی که تا به حال اسکوچیچ ارائه کرده. مثلا درون دروازه وقتی که پیام نیازمند خب در باشگاهش گاهی اوقات حتی روی نیمکت هم نیست، خب چرا باید دعوت بشه و خب او دعوتش نکرده. تصمیم خیلی خوبیه برای اینکه بازیکن‌ها بدونن برای حضور در تیم ملی باید بازی کنن. یا مثلا مهدی قائدی که در امارات شرایط ایدئالی نداره، دعوت هم نشده. این تلنگریه به این بازیکن که بدون قرار نیست تحت هر شرایطی در تیم ملی باشه. البته میتونست از بازیکنایی مثل امید ابراهیمی که واقعا الان آماده ترین بازیکن ایرانیه در لیگ قطر، با توجه به اینکه سعید عزت‌اللهی هم مقابل کره جنوبی محرومه، میتونست مثلا او رو هم دعوت کنه، ولی به هر حال به نسبت لیست‌های قبلی واقعا کم ابهام ترین لیستیه که تا حالا اسکوچیچ ارائه کرد. مهدی، محمد حسین کنعانی زادگان به دلیل تخلف انضباطی از دو بازی ملی محروم شده بود. چی شد که در لیست تیم ملی حضور داره؟ واقعا عجیبه. او رو به خاطر تخلف انضباطی، همون ماجرای اتوبوس در قطر، محرومش کردن دو بازی. بعد حالا میگن که چون در بازی با کره جنوبی برامون خیلی نتیجه مهمه، این دوتا محرومیت رو میگذاریم برای دو دیدار دوستانه که خب اونم لحاظ نخواهد شد. اصلا جالب نیست، یعنی بازیکنی که حتی عذرخواهی هم نکرده و سایر بازیکنان جوانتر به این نتیجه میرسن که هر کاری بکنن وقتی تیم ملی بهشون احتیاج داشته باشه حتما بخشیده میشن و جریمه سنگینی براشون در نظر گرفته نمیشه. واقعا تصمیم خوبی نیست. از زمین سبز ایران که بگذریم، قرعه کشی سه لیگ اروپایی انجام شد. از مهمترین تقابل ها برامون بگو مهدی. خب در لیگ قهرمانان اروپا که همه نگاه ها بیشتر اونجاست، چلسی با رئال مادرید بعد روبرو بشه. اتلتیکو مادرید بعد از اینکه منچستر یونایتد رو حذف کرد، حالا با دیگر تیم شهر منچستر یعنی سیتی روبرو خواهد شد. بازی‌های بسیار جذابی لیورپول با بنفیکا و ویارال هم با بایر مونیخ روبرو خواهد شد. در لیگ اروپا بهترین بازی و جذابترین بازی تقابل بارسلونا است که بعد از حذف گالاتاسرای مقابل آینتراخت فرانکفورت قرار می‌گیره. و در نهایت تنها ایرانی باقی مانده در لیگ‌های اروپایی علیرضا جهانبخشه که در رقابت‌های کنفرانس لیگ اروپا حضور داره با فاینورد روتردام. اونا پارتیزان بلگراد رو حذف کردن و حالا در مرحله یک چهارم نهایی حضور دارن تا در برابر تیمی از جمهوری چک یعنی اسلاویا پراگ قرار بگیرن. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. سپاسگزارم.